کیسه که اون عالی کار میکنه موقعه بازیکن ژاپن گل تساوی رو بزنه در موقع تک به تک و گل گل مساوی برای ژاپن زده میشه. مایدا چقدر خوب کار کردن در این صحنه، حرکت فوق العاده ای که ناگاتومو انجام، پاس استثنایی کیسوک هوندا و مایدا، حساب کار 1-1 مساوی میکنه. ژاپن 1-1. پاس بسیار خوبه کیسوک هوندا و ناگاتومو تا دهانه دروازه توپو پیش برد، انداخت برای مایدا و او کار ساده در پیش رو داشت. ژاپن 1-1. شاید بشه گفت نتیجه مساوی هم تا اینجا میتونه نتیجه عادلانه برای این بازی باشه. پارک تو بده اختیار داره. لیانگ پیو سانتر انجام میشه به دهانه دروازه کس در روی سر نزدیک بود بلا فاصله گل برتری تیم کره بزنه، اما ضربه سر جیدونگ وون رو کاواشیما گرفت. یه باری با هم نگاه میکنی این لحظه است که خوب چرخوند سرش اونجا، اینجا ضربه سرش رو زد و توپ در اختیار میگیره کاواشیما. چه چو کوانگ را رو مورد میگه، قبلا مربی تیم آنیانگ بود در کشور کره. کیسوک هوندا خوب داره بازی می‌کنه، این مسابقه ضربه را میزنه، یه دفعه ناقص کماکان مقدمه تیم ژاپن هست. مائدا و دوباره توپ دور میکنه جون سونگ ریونگ. بازی بسیار زیبا دیدنی دنبال میشه، این سن بازیکن کره به دنبال توپ. حملات ژاپن زهردارتر به نظر میرسه. یاسوهیتو اندو حسبه بازم خود اندو این با میبرم به سمت چپ کیسوک هوندا، سانده عالی روی دروازه تو باز همه عبور میکنه در سمت مقابل اوچیدا، تو میفرسته روی دروازه یک ضربه سر و تو بیکه از کنار دروازه هوندا به بیرون میزنه. کیسوک هوندا این سر قبلی ضربه ناگهانی او و تو به این شکل دور کرد جون سونگ ریونگ، این تو میتونست بهتر بفرسته. مایدا در مرکز زمین حسبه نبض بازی رو سعی میکنه در اختیار بگیره. حسبه بازیکن فوق العاده تکنیکی نیست اما خوب نظم میده به خط میانی تیمش. لیانگ پیو توپ پارک رو به بیرون میزنند. 4.7 کیلومتر کوجاچول دویده، میانگین سرعتش هم 8 کیلومتر در ساعت بوده. خطا به نفع ژاپن. خیلی پاس خوبی داد چادری کاملا جا مونده در این صحنه و گل قشنگ و کلاسیکی رو زدن ژاپنیا. اندو بازه خوبه سمت چپ
بازم بازیکن ژاپن در فاصله 5 دقیقه مانده به انتهای نیمه اولی مسابقه. اوچیدا کاگاوا، یکی در قشنگ دیگر بازی کنه ژاپن، پارتا به تیم ژاپن هست. اوچیدا، خود اوچیدا رو تو بسر میذاره، حسبه پشت ماه تو جایمه یکی در قشنگ که تو برو در نهایت کوریا میگیرند. تفاوت سطح بازی این دو تیم رو به حال میتونیم مقایسه کنیم با بازی قبلی که ما انجام دادیم در برابر کره جنوبی، یا این دو تیم خیلی فت هست حد آسیا بازی میکنه، یا ما کمتر از حد آسیا داریم کار میکنیم. خیلی خوبن ژاپن و کره، فوتبال زیبا و مدرنی رو به نمایش میگذارن. دقت پاسا 71% ژاپنیا، 68% کره ای ها. یه باری از سمت راست حکدر بازی کنه ژاپن آغاز کرد در محوطه جریمه، توپ گم میکنه کاگاوا. یه لحظه اشتباه کرد دفاع کره، اما پرتعداد بودم و نذاشتن که کاگاوا به حرکتش ادامه بده. جونگ سونگ ریانگ، یه لحظه اشتباه مدافعانه ژاپن، یه بازیکن در برابر 4 نفر کاور اونجا صاحب موقعیت میتونه بشه. کلا خط دفاع ژاپن متزلزل نشون داده در این تورنمنت. کره هم که از همه تیم‌ها گل خورد، از هند هم گل خورد، فقط از ما گل نخورد تیم کره جنوبی. هوندا تو به نفع ژاپن به بیرون میره، چرا رابرتو آلبرتو زاکرانی رو ملازم این لحظه است که کاملا خط دفاعی تیم ژاپن متزلزل نشون داد. پشت محوطه جریمه کیسوک هوندا توپ میندازه در آب، موقعیت عالی و این توپ که به بیرون زده میشه، آفساید فکر کنم گرفته نشده بود. ضربه مایدا از بالای دروازه به بیرون میره. کامرانی فهم پرچم خودش رو بالا نورده بود، با هم نگاه کنیم اصلا آفساید نبود، کار خوبه حسن کامرانی فهم و ضربه کم دقت مایدا که میتونست گل برتری تیمش رو هم بزنه. فکر کنم خورد دست گلر و میتونست کورنر داور اعلام کنه کار دنبال میشه. دقیقه پایانی نیمه اول مسابقه، خطا به نفع ژاپن، حسبه بازم حسبه، ارتباط رو قطع میکنه لی چون یونگ، زده حمله به تیم کره در ثانیه های پایانی نیمه اول این دیدار. میبره به سمت را جی دونگ وون، چا حرکتی رو آغاز کرده خود چادوری. لی در محوطه جریمه کار خطرناکه برای ژاپن، یکم کار سخت میشه اونجا برای کجای چول. دو بازیکن در مقابلش هستن و در نهایت مایده توپ رو برمیگردونه کاگاوا. یک دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده که 15 ثانیه‌اش سپری شده. اوچیدا
کیسوکه هوندا دور خوب میزنه وسط زمین، کم پیدا اصلا 3-6. خود هوندا یه خطا میخواد بگیر اونجا از بازیکن کورامو، توپو میرسونه به اوکازاکی، از بین دو نفر میخواد عبور کنه، خطا اعلام نشده. هوندا ناگاتومو در سمت چپ، ارتباط یه لحظه قطع میکنن، اندو ماتبوز رو عوض میکنه به سمت راست، کیسوکه هوندا این فرصت برای تیم ژاپن، هوندا کارو سخت میکنه پشت محوطه جریمه و این توپ که اگرم میگرفتش آفساید بود از بازیکن ژاپن. سود پایان نیمه اول ما استراتی کوتاه میکنم دوستان در برنامه فوتبال برتر، پیمان یوسفی عزیز و همکارانمون در خدمتتون خواهند بودن. شده آغاز نیمه دوم بازی رو براتون گزارش خواهیم کرد. با سلام مجدد حضور شما بینندگان عزیز ارجمند، تشکر از پیمان یوسفی، آقای مؤسس مسعود مرادی عزیز که صحبت کردن در مورد اتفاقات نیمه اول مسابقه. آغاز می‌کنیم گزارش نیمه دوم دیدار تیم‌های کره و ژاپن، در شدی که نیمه اول دو تیم 1-1 مساوی به کار خودشون پایان دادند. مسابقه بعد یک پرنده داشته باشه، ببینیم در وقت معمول تیم فینالیست مشخص میشه یا کار به وقت اضافه و یا نظر پنالتی خواهد کشید. پارتا به بازی